زمین اشتاردو فروختم رفت. برو بابا، تو 1000 سال قراره زمین اشتاردو بفروشی. نبود جنم، نبود پاسکو. ببین یه پول خوب وسطه، یه بازی دیگه یه که میخوایم درش بیاریم تو شرط بندی. همین چهارشنبه است، همه کارشم کردم، پول خوب توشه. بیا خودت ببین اگه دروغ گفتم اونجا ببر. صبر کن، من پدر مادرم از سرطان فوت کردن، سرطان ارثیه دیگه. نه ناس شرط باختی، ماشین محکول رفت. ناصر جان، تو سرطان داری. متاسفانه سرطان شما خیلی پیشرفته است. البته یه رایی هستش که شاید بشه 3 ماه و یه کمی اضافهش کرد. بیا چرا؟ شما به این روش منجمد میشید، زنده میمونید، هر وقت که درمان بیماریتون کشف شد از حالت انجماد در میاید. ببخشید آقا دکتر، اگه میشه این صدای موسیقی رو یه خورده کمش کنید، من این آخر شهادی نشدم. ببخشید، خیلی خیلی ممنونم. من عرض میکردم که یخشون آب میشه و درمان میشه. به نظر من که این کار دیوانگی. به مریخ خوش آمدی ناصر اکبری. یعنی من سرطانم خوب شده؟ بله کاملا. محفظه انجماد شما رو توی یکی از انبارهای قدیمی پیدا کردن که خوشبختانه سالم بوده، بنابراین شما رو فرستادن برای لونا. لونا کی؟ من. چند سال تو یخ بوده؟ حدود 370. پسر ما خنگه، یا کلن بچه های این دور زمونه خنگتر شدن. فقط پسر ما خنگه بان. همین امسال 5 تا نماینده مرد به مجلس سنای مریخ را پیدا کردن. واقعا بانوان مریخی آدم های روشنی هستن. تو سیارک ما هنوز مردان نمیتونن پشت بشقاب پرنده بشینن. فکر کن. ببخشید آقا جون، روشن کیه؟ روشن دیگه داشه. ایشون ربات ما هستن. چه شکلیه؟ آقا چه جور آدمیه آقا جونه؟ خیلی نمیشناسمش. بگو ماره چه سالیه، من بهت بگم چه جور آدمیه. بگو. یه 1400. وای بدبخت شدی رفت. وای. من مددکار شما از طرف انجمن اجداد منجمد هستم. بانو زونیکا دافونیکا، امروز روز مواجهه با حقیقت. براش ممکنه هر کاری ازش سر بزنی. خب برعکس، یه صبحونه مشتی میزنیم، بعد کفش و کلا میکنی، همگی با هم دیگه میخوایم بریم کل مریخ رو بگردیم. اگه خدای نکرده پیداش کردید، به نظر من هر جوریه ردش کنید بره زمین. این بیچارتون میکنه، از من گفتم. خونه جونم آقا جون، بندر ایسکو جونه. الان به یه جاییم رسیده که انبار پلوتونیوم هر آن امکان داره منفجر بشم، یه کار خطرناکی ازم سر بزنه. هرگز خشونت چاره کار نبوده بچه ها. به جای اعمال خشونت باید همون کاری رو بکنیم که گالیله با پدر بزرگش کرد، دیپورتش کنیم بره. عقرب زلف کجت با قمر قرینه، تا قمر در عقرب کار ما چنینه.
بفرمایید. پس فسنجون واقعی اینه آقا چون. آره بخوریم ببینین دوست دارین یا نه. خیلی خوشمزه است. مرسی. بله بله بله. چه خوشمزه است. بی نظیره. خب حالا که دوست داشتین یه مژده براتون دارم. از این به بعد غذاهای این خونه با منه. نه. نه؟ نه؟ نه که نه. منظورم اینه که آقا جون شما مهمان ما هستین. مهمان؟ مهمان نیستن. آقا جون صابخونن. حتی منم از دست باخته خوشم اومد. چیکار داری میگوش؟ حساب نخور. میره تو اگزازت گیر میکنه موتور میسوزونی. میارز جون حسی عجیب خوشمزه است. گفته بودم یه غذا براتون درست میکنم که انگشتتونم باش بخورین. نگاه کن. ببخشید لونا جان. بخواب بخواب. پیش 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 لا 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 لا. توالت. توالت. خونه؟ توالت. ترسیدم فکر کنم مامانه. فکر کنی مامانه؟ از این بعد باید فکر کنی باباه. دیگه اون اسی سابق مرد. من الان سختگیرترین پدر در کهکشان راه شیری هستم. توضیح بده ببینم تا الان کجا بودی؟ اینجوری میگه خیلی بامزه میشه. کمد کمد بذار جدی بگیر دیگه پسرم. من پدر جدی هستم عزیز دلم. تا الان کجا بودی؟ نیمه تاریک ما. من بهت بارها نگفتم اونجور جا نرو. مادرت حساسه؟ نه اشکال نره بین خودمون میمونه. خیالت راحت. کموت کموت این خونه رو تو خاموش کردی؟ خونه رو من خاموش کردم؟ نه خودم خاموش کردم. چرا خاموش کردم؟ چرا خاموش کردی؟ بابا خاطر اینکه خونه خیلی دهن لقه. باید اینجا رو عوضش کنیم. مسی بریم یه خونه بگیریم توی محله بهتر. یه خونه که نقود تو دهنش اتفاقا یه خونه خوبه دهن قرص دیدم تو بارسوم. دوست داری بارسوم بریم؟ بارسوم هم خوبه. عالیه. بیا لباستو در بیار بیا برو بگی بخواب. چیه؟ من اینا رو چیز دستیشو بلد نیستم. این چجوری در میاد؟ این ساده؟ چه راحت؟ وای این چیه کاندی؟ این لباس جلف چیه پوشیدی؟ تو داره 50 سالت میشه دیگه نوجوان نیست. من سن تو بودم رفته بودم خونه بخت.
نکن با آبروی خانواده نیویورک بری این کار. بابا هیچ وقت جلوی مود وای نسو. الان همه هم سن و سالای من همین جوری میپوشن، خیلی هم شیک و تمیزن. ای بابا، ای بابا، ای بابا. ای بابا، ای بابا، ای ها، ای بابا، ای بابا، خوب شد پدر بزرگ خدا بیامرزت مرد این روز شومو ندید. این چه لباس جلفیه وردار قشنگ، یه تیشرت تنگ چسبون خوشگل، یه رنگ جیغ بنفشی نارنجی قرمزی، یه ذره گل و بوته اینجا باشه، یه خرس اینجا آویزون کنی، چه میپوشی؟ ببین هنوز 130 سالت نشده، سلیقت عین پیرمرد شده. بابایی، بابایی پیرمرد. به نظرت ببینم بابایی هیدرات پلوتونیوم این کارو را کجا یاد گرفتی تو؟ ناصر بیا برو بگی بخواب، بیا برو بگی بخواب آروم، لباستو قشنگ در بیار، مامانت الان بیدار میشه درد سر میشه. بجون کجا رو نگاه میکنی؟ کجا رو نگاه میکنی؟ چیزش کجاست؟ همه که چیز نداره، اینو بکش پایین در بیار، بیا برو بگی بخواب، برو بخواب، من خودم خونه رو روشن میکنم. آره راحته، نه روشن نکن، بذار ناصرم بیاد برد. تو که بیداری این وقت شب شب زنداری ناقلا با هم رفته بودیم نیمه تاریک ما. بله بله خیلی خوش گذاریم تاریک ما. یارو کل ساخی شالم بود چه ببرم بشنگی اگه میدونه سیر هم بیداره میبردیم اشما خودمون. نه 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 اسمی اونجا هستن حال نمیده. کجا میدونه چه اونجا های خوش بمیده؟ شاید دوست داشتم من میدونه. آقا بسته دیگه بریم بخوابیم تو لونا بیدار نشده بیدار شه منو به اتمای اولیه تایید. لونا با من به من که حرف نمیزنه، من مثلا آقا جون شما حرمت بزرگتر نگه هم داره 300 خورده بزرگترم ازش. ببین کل نیشوی بایی یارو خیلی بالا گاندی ببر اونجوری نگام نکن گاندی. نه من تو رو نفروختم، من فقط وظیفه پدریمو انجام دادم، چون نگرانم، نگران تو، نگران آیندهت، نگران هم. ناصر کجاست؟ سونو بخور رو میخواین صداش کنم؟ نه با خودت کار داشتم. نه نه بانو اجازه بدین، اجازه بدین، میخواستم ازتون خواهش کنم به عنوان یه پدر دلسوز که پسرمونو تنبیه نکنید. شاید گاندی اون قدرهایی که ما فکر میکنیم مقصر نیست، یا گاندی تنها مقصر این ماجرا نیست. مقصر چیست؟ گاندی من میخواستم ازت تشکر کنم، تو کاری رو انجام دادی که وظیفه پدرت بود و اون انجام نداد. من چیکار کردم؟ چه کاری کردم؟ بانو میتونم بپرسم چه وظیفه‌ای؟ آیا تو این مدت آقا جونو بردی بگردونی؟ نه، بانو زو این همه تاکید کرد که اجداد منجمد آمادگی افسردگی دارن، اما تو انگار نه انگار. میتونم یه توضیح بدم؟ خوشت. این بچه با تمام خنگی، با تمام نفهمی و با تمام بیشعوریش اونقدر وجدان داشت که وقت برای آقا جون صرف کنه. ممنونم مامان. آفرین پسرم. اجازه بدیم من یه توضیح بدم بانو به شما، اجازه بدیم. آره چرا که نه، بده دیگه. الان توضیح بدم؟ توضیح با من باشم بهش فکر میکرم یادم نمیاد. من از این بعد آقا جونو میبرم گردش.
بیارمش. نه نه اونو که اصلا لازم نه که آقا جون خودم میبرمش گردش. الانم رفتیم خیلی حال داد، خیلی هم خوش گذشت، صفا کرد. آفرین پسر خوب من. نه نه چی آفرین، یه نکته بسیار مهم رو ما به دست فراموشی سپردیم. الان این جوون، این نوجوون که هنوز 50 سالش نشده رفته نیمه تاریک ماه بانو. حالا نمیگم گاندی ما مقصره، نه مقصر جای دیگری است. کی مقصر؟ اتفاقا الان میخواستم برسم به بحث نیمه تاریک ماه. دیگه لیزر رو میگیره. آقا جون. آقا جون لو رفتی؟ ناصر ببین لونا، من همه تقصیرها رو به گردن میگیرم. من گاندی رو به خودم بردم، اون بچه مقصر نیستش. به هر حال آقا جون، جایی که شما رفتید اصلا مناسب یک نوجوان نبود. آره ولی خود شاهده اونجوری هم که میگی نیستا، یعنی چیز خاصی نبود. یعنی ما تو ترون قدیم خودمون خیلی جا داشتیم که این نیمه تاریک ماه شما جلوش این شهربازی بچه ها محسوب میشه. با آقای شهریار وای چیکار کردیم. ولی به هر حال من مسئولیت این قضیه رو به عهده میگیرم، مقصر من بودم، اون بچه هیچ تقصیری نداره. تقصیر گردن منه، من بردمش. مقصر کدومه؟ شما کار درستی رو انجام دادید. شما کاری رو انجام دادید که وظیفه پدرش بود و اون انجام نداد. میخوام یه خاطره براتون تعریف کنم. از وقتی که یه نوجوان 30 ساله بودم، پدرم اولین بار منو برد کافه ی عمو بیژن تو نیو درک. اغرب زال فکرت با غمر غرینه، با غمر در اغرب این حرکت بدرم بزرگترین درس زندگی برای من بود. قدیمی ها چی میدونستم؟ باستی چه درسی؟ همین. پدرم گفت اصلا دلم نمیخواد بدون اجازه من و مادرت با دوستات بری تنهایی چایی بخوری. دلم میخواد اولین چایی نبات زندگی تو خودم دستت بدم. برکل تمام موهای بدن من سیخ شد. کی بود این آقا جون؟ این آقا گرفتم چی شد؟ تو لفاف داری حرف میزنی؟ نه چایی با نبات. چایی؟ چایی مگه چشه؟ آقا جون کافئین داره. زمین میزنه آدم. وای تربیت یک نوجوان در این دور و زمونه بسیار کار سختیه، مخصوصا یک پسر نوجوان، چون میتونه براحتی گول آدمهای دیگر رو بخوره، رفیق ناباب پیدا کنه، دخترای گرگ امروزی گیرش بیفتن. مگر اینکه چی اسی؟ مگر اینکه درسشو ادامه بده بانو. نه اینو نمیخواستم بگم. چی؟ چایی نخوره. ایرم نه؟ بیدونم میگم لای در باز نذاره تا میزان مصرف اکسیژن خونه افزایش پیدا کنه. این چه ربطی داشت؟ هیچ ربطی نداره. هیچ کدوم از اینا نیست. هیچ کدوم از اینا نیست. میخواستم بگم که نوجوان باید با خانوادش دوست باشه. ای بابا نوکه زبونم بوده. میخواستم بگم ببین من عاشق خانواده‌ام، جونم رو واسه خانواده میدم. تحکیم خانواده خیلی بر من مهمه. ممنونم ازت ناصر. فرشم هم درس داری خودتو آماده درس خوندن بکن. خب میخوام ببرمت نیو فرحسان. دیگه نه دیگه نه آقا جون، بهتره شما استراحت کنی، فردا من گاندی رو میبرم گردش، پدر و پسری بریم حسابی خوش بگذرونیم. نه دستتون درد نکنه، اگه اجازه بدین با ناصر میریم بیشتر خوش میگذره. ناصر اون هنر زمینه تو نشون شده. نه اصلا ببین وایسر بودن همه تو نیمه تاریک که ما دست میزدن میگفتن ناصر 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 یه کاری میکنه کفتون میبره نشش بده. آقا جون خستست هستن بعد استراحت بکنن. نه آقا جون هیچ وقت خسته نمیشه آقا جون. یه سکوت بده. خب بس ساکت باشین تمرکز آقا جون به هم نخوره. برو ناصر. با دستاتون صدا میده؟ آره این که چیزی نیست، از یه دستی هم میرم. آی آی
خیلی خفنه. ببین بدون هیچ وسیله یا فقط با انگشت. خفن چیه؟ خفن یعنی آدم باحالی که کارهای خفن انجام میده و در کنارش به آدم خوش میگذره. درست میگم؟ ای تقریبا. خفن؟ وای خیلی باحاله. ما هم کم خفن نبودیم. امروز خوش گذشت مدرسه دان بود؟ ها؟ مگه الان تازه داریم نمیریم مدرسه؟ خیر پسرم، ما داریم از مدرسه برمیگردیم. آره خیلی خوش گذشت. صدات یه ذره دورگه نشده؟ دورگه چیه؟ حالا که اینقدر باهوشی و بچه خوبی هستی محکم بشین، بابا میخواد یه کار باحال انجام بده. محکم چقدر باحال بابا، اسی تو چقدر آدم خطرناکی هستی. من همینم دیگه، من خیلی آدم خطرناکم، خطر توی خون منه. الان برسیم مدرسه واسه دوستام تعریف میکنم. الان که داریم برمیگردیم، ولی فردا برای رفیقات تعریف کن. چیو؟ اسی جانم بانو، بذاریم بچه ها برن بخوابن. ناصر گفتی بهت گل یا پوچ یاد میدم بازی کنیم، یاد بذاریم. آره یادت میدم. میشه منم بمونم باهات بازی کنم؟ نه دیگه، این دو نفر است بازیش. اسی جان از سنت خجالت بکش. خدا آقا جون 300 سال بزرگتر از من بشه چی نمید. چیکار داری میکنی؟ میگم چیکار داری میکنی نصف شبی؟ گشتم بود، اومدم که یه مقدار غذا بخورم. به به، چقدر خوشمزه بود. کو باش خوابت؟ ای بابا، کو باش خوابم؟ چه سوال خوب پرسیدی. سوال خود منم همینه، کو باش خوابم؟ چخان نکنستی، من که میدونم برای چی اینجایی. نه اون چیزی که تو فکر میکنی نیست. هست. نیست دوباره بلانا بحثتون شد، از اتاق پرتت کرد بیرون. نه ای بابا، تو این چیز را کجا میفهمی؟ من آدم شناسم. حالا که دیگه لو رفتم و تو همه چیزو میدونی، ازت خواهش میکنم که بری رو شارژر تا من بتونم تو غم و تنهایی گریه کنم. نمیدونم تفلک نونا چه گناهی کردی که تو نصیبه شدی. آروم تر گریه کن، میخوام بخوابم. به نظرم این دیگه خوبه.
ویوشم عالیه، آتش فشان دره. دیگه چی میخوای؟ آره دل بد نیست. اینم که میگه اینجا زمینی زیاد نداره. خیلی نکته خوبیه. اینجا روی گسله؟ نه متاسفانه، خونه ای رو گسلم دارم اما قیمتش اقلن دو برابر این آپارتمان در میاد. مگه رو گسل زلزله نمیاد؟ آره؟ اون مال گسله زمینه. گسله مریخ یه تکونه یه گهواره یه بسیار ملایم و آرامش بخشی داره که از هر تا روان درمانی هم دارن. اغلب شهرکای ویلایی گرونه مریخ رو گسله. لامصب گسلاشون هم از مال ما بهتره. چیشون نیست؟ همین چیزاست دیگه، همین چیزاست اینجا رو کرده مریخ. اونجا رو هم کرده زمین. همینه، واقعا همینه. خب عزیزای من، به نظرم بریم تموم کنیم بره. بریم؟ دوتا دیگه نبینیم؟ عزیزم 80 تا خونه تا الان دیدیم. ببینید، اینجا جایی نیست که رو مریخ بمونه ها. دست دست کنی، یه هم ببینی همین فردا قلمش کردن رو. مبارکه. الو تپا، ما رو به تابون دفتر بفرمایید. وای من از این تابوندن شما متنفرم. عادت میکنی عزیزم. بفرمایید. همه جونم مور شد. خب من این بشقاب پرنده چشه؟ الان دیگه پایان دوران بشقاب پرنده رسیده. همه پولدارا از بتابون استفاده میکنن. بشقابا رو فقط واسه دور دور از پارکینگ در میرن. بانو پروانه. آقا داوود. دیویدم. لاما جان. لونا جان. پنته جان. بچه ها از کجا میشناسی؟ دوسته جدیدم. من همین الان یه خرید عالی داشتیم. باید دکتر مکای تو نیو فردیس؟ پنتی جون خیلی برای ما زحمت کشیدن، من خیلی از شما ممنونم. خواهش میکنم عزیزم، پولشو میگیرم. بانو نینانلا؟ بله. یه قولنامه داری. بیاین تو دفترم عزیزم. بفرمی. شما که گفتین هومه دوست نداری؟ عزیزم نیو فردیس فرق میکنه، آینده داره. در آینده نزدیک قراره تبدیل بشه به یه شهر بزرگ. شما در جریان نیستی؟ باریکلا همینه. بفرمی. برای دمنوشه مخصوص سرسی درست کردم. آرام بخش، فقط یکم تونده. دیدی چجوری مشتری منو قاپید؟ این اسمش قاپیدن نیست. تو نتونستی براشون خونه پیدا کنی ولی پنتی تونست. همینو بهش میگن قاپیدن. تو این هفته این سومین پورسانتیه که داره میگیره. چرا؟ با زبون بازی و مشتری قاپیدن و اون لبخند کجش. این کجاش قشنگه؟ با همین لبخند کجش داره کلی مشتری پیدا میکنه. اصلا همچین چیزی نیست. ملت ما نژاد پرستن. هرچی مشتری خوبه دست به دهن صاف میره سر میز خانم. چرا؟ چون پوستش سبزه. هرچی مشتری بی خود نرگدای زیر سیمت بخره میاد اینجا. این هم از شانس ما نیو اکپک هست. من به شانس اعتقاد ندارم. اگر تو هم تلاش بکنی مثل ببین، من توی این ماه یه فروش نداشتم. الانم اعصاب اصلا ندارم. با من مخالفت نمی کنی باشه؟ این کجاش قشنگه؟ نیست. همین لونا جان. بانو بیا دفترم عزیزم. بله بانو. بانو
بانو یه تغییری نکردین؟ معلومه؟ بله، بدن نو مبارک باشه. خیلی بدن خوبیه، مالی دختر جوان ورزشکار بود. خیلی بهتون میاد، انگار از اول این کله رو این بدن بوده. همه همینو میگن. دختر دندون گردم بود، اما پول لازم بود، آخرش راضی شد عوض کنه. چه خوب. حالا دلم میخواد ببینم با اون بدن خسته سابق من چطوری میخواد ورزش کنه. عمرن بدونه اون بدن قلوم برا لاغر کنه. که چرا نتونه؟ دخترتون چطورم؟ بشین. خیلی وقت نیومدی این بالا پیش من عزیزم، چرا؟ تو رو خدا به حساب بی‌معرفتی نذارین، انقدر اون پایین کار سرم ریخته. 10 روزه که نیومدی این بالا، چون هیچ مشتری نداشتی که لازم باشه بیاد این بالا پیش من چیزی رو امضا کنه. آخه اینو نگفتم، میتونین مشتری خیلی کم شده. مشتری خیلی زیاده. همین هفته پیش پنتی 3 واحد آپارتمانو فروخت، 7 واحد اجاره داد. نه بابا. چقدر این دختر با استعداده. ببین لونا جان عزیزم، تو دختر خیلی خوبی هستی. مادرت هم خب دوست بچگی های من بوده. ولی کار شوخی بردار نیست، درسته؟ بله کاملا درسته. این کامپیوتر در نظر بگیر، اگر یکی از قطعات داخلی این کامپیوتر درست کار نکنه چی میشه؟ این کامپیوتر از کار میفته؟ آفرین. میزای بنگاه اقتصادی ما هم دقیقاً این قطعات داخلی همین کامپیوترن. اگر یه نفر، فقط یک نفر کارشو درست انجام نده، کل دفتر از کار میفته. ببخشید اصلا اینطوری نیست. هست. نه اصلا اینطوری نیست. درسته من پایین کار نمی کنم، ولی پنتی که کار میکنه. میگم هست. ببخشید من هنوز همه عکس العمل دست خودم نیست، یه مقداری طول میکشه تا بدن جدید سیستم عصبیش با صاحب جدیدش تنظیم شه. شنیدم مشتریای پنتی اومده بودن بالا، من قولنامه‌شون رو امضا کنم، این دستم همش امضای دختر قرار دارم. به هر حال لونا جان لازمه که خیلی بیشتر تلاش کن، چون یه چند وقتیه که عقب افتادی، چه به لحاظ کاری چه به لحاظ مالی. بله اصلا دلم نمیخواد که شرمنده مامانت بشه. چقدرم دختر قوی. دلم میخواد که فروشنده بشی در حد و اندازه های پنتی. حیف، حیف که لبخند پنتی رو هر کسی نداره. بله نداره. میتونی بری. ممنون. ببخشید بانو. بفرمایید. میخوام یه سیاره بخرم. جانم؟ من یه سیارک کوچیک و دنج شخصی میخوام، ترجیحاً همین حوالی مریخ. بفرمایید. خواهش میکنم. بفرمایید. استعداد دارم. خواهش میکنم. برای خودتون میخواییم؟ بله، تصمیم گرفتم فشار کارم رو یکم کم کنم و آخرهای هفته تو سیاره خودم ریلکس کنم. چه کار خوبی میکنی. بسیار هم عالی.
بودجتون چقدره؟ بودجش مهم نیست، ویوش مهمه. بسیار عالی. اجازه بدید که من فایل مخصوص سیارکامو نگاه کنم. لونا جان، کمکی از دستم برمیاد؟ ببند برو دورکی گیلاق. خانواده خوبن؟ مادر، پدر، سلامت باشن. عرضم به حضورتون که ما سیارک خوب داخل مدار الان نداریم، یعنی هست ولی صاحباشون فروشنده نیستن. سیارک بیرون مدارم هست ولی اصلا بهتون توصیه نمی کنم، چون یه روز صبح تو سیارکتون از خواب بیدار میشین میبینین که از مدار منظومه شمسی خارج شده. لونا؟ بله. لونا نیو اکبری؟ بله. منو یادت نمیاد؟ قیافتون که خیلی آشناست. آره، دبیرستان سپهر دانش نیوورامین. آره داری یادم میاد. بگو اسمتو. یا بگو. لانگوراداس چامچامان. نه تو این بعد این همه سال باورم نمیشه. یادت نیومده هنوز؟ نه هنوز. اگه این یکی هم یادت نیاد باید بری دکتر و چنگی حافظه تزریق کنی. بانو نیوزاهدی. اونو که دیگه یادم میاد. بانو درشته؟ بد اخلاقه. خیلی هم بد اخلاق بود. یادت میاد یه بار یه سنگ خار قرمز انداختیم تو کیفش، دستش رو گاز گرفت. مگه میشه یادم بره؟ لانگوراتا یونا. به چهره معصومش نگاه نکنید. یه مدرسه سپهر دانش نیوورامین از دستش آسی بودن. خیلی شیطون بودم. البته شیطون بود ولی شاگرد اول مدرسه‌ام بود. جدا؟ نه دیگه، شاگرد اول. لونا شکست نفسی نکن. اگر کمکای تو نبود من نصف واحدامو نمیتونستم پاس کنم. واقعا؟ امیدوارم قدر هوش و استعداد ایشونو بدونی. بله که میدونیم. بله، اصلا ایشون یه جورای دست راست من محسوب میشه اینجا. واقعا؟ بله خیلی. من ببخشید میتونم یه سوال ازتون بپرسم؟ این سنگای گردنبندتون احیانا مال حلقه زحله؟ عزیز من، سنگای حلقه زحل دیگه خس شدن. اینا سنگ کلیه دایناسورن، از نژاد تیرکس. 68 میلیون سال قدمتشه. خیلی ارزشمنده. اینم سنگ مثانه همون تیرکس است. چقدر زیبا و خوش‌تراشه. به به، واقعا عالیه. به هر حال باعث افتخار املاک نینانلاس که یک خرید به یاد ماندنی برای شما بانوی محترم انجام بده. من خودم شخصا پیگیر میشم که بهترین سیارک موجود با یک ویو عالی رو براتون پیدا کنی. خیلی ممنونم ولی من ترجیح میدم خریدم از خریدم توسط لونا جون انجام شه. لاغورا نادست است. ممنونم ازت لونای عزیزم. من به تو مدیونم. واقعا؟ باید افتخار. من هر کاری که از دستم برمیاد برای کمک بهشون انجام میدم. سلام لونا. کمد اون توالته ها. کمد
غذا نمیخوری؟ نه میل ندارم. میخواستی هم نبود. این 67 معلوم نیست به بهونه خرید کجاها میره. از ساعت 3:35 رفته تا الان یا رو شارژه یا پی یللی تللی. نظر منو میخوای؟ این آلبوم عکس بچگی من کجاست؟ بالای تلویزیون. تقصیر من، دل میسوزونم. چقدر بانمک بود این در کودکی بانو. آره همه همینو میگفتن. ببین امروز یکی از همکلاسیای قدیمی اومد. بالماسکه میری؟ نه این لباس خودمه و شما از امروز با یک اسیه جدید روبرو هستین بانو. خب چرا لباس جلف بچه دبیرستانی ها رو پوشیدی؟ خیر اصلا هم اینطور نیست. من اونقدرها هم پیر نشدم. خیلی هم این لباس به من میاد و خیلی خفنه. خفنه؟ برای گاندی پوشیدی؟ فهمیدی؟ آره برای گاندی پوشیدم، به خاطر اینکه احساس میکنم اون دیگه به من علاقه نداره. هزاران سال نوری از هم دور شدیم، دیگه دوستم نداره. من دیگه دردانه پدر اون نیستم، اون دیگه تکدانه پسر من نیست. من دیگه پدر تموم شدم. اسی نه، تو تموم نشدی. این حست کاملا طبیعیه. بچه های که قرار نیست تا آخر عمرشون کوچولوی مامان بابا باقی بمونن، اما یه پدر همیشه برای پسرش قهرمانه، حتی اگه بمیره. حالا تو که زنده هم هستی چی بهتر. بانو شما اینا رو برای دلداری من میگین، درسته؟ من جدیدن احساس میکنم گاندی، خدایی نکرده خدایی نکرده، آقا جون بیشتر از من دوست داره. این چه فکریه میکنی دیوانه؟ پس یعنی داریم میگین سخت در اشتباه هم؟ سخت در اشتباهی. آره حالا نه اینکه آقا جون خیلی خوشتیپه و خونگرمه و تو دل برو و جذابه، و نه اینکه مثلا معاشرت باش خیلی با آدم خوش میگذره و باحاله و بهت انرژی میده و میخندونت تو کلن اطرافشو میشناسه و میشناسه و خب بقیهش چی شد؟ بقیه نداره. بقیه نداره؟ چطور بقیه نداره بانو؟ داریم میگه میشناسه و نمیشه که شما با نهینکه شروع کنه با او تموم کنه. شدنی هرچی قانونی اصلا نیست. چطور قانونی نیست؟ شما وقتی با نهینکه شروع میکنیم باید جمله بعدیتون یه جمله تسلی بخش باشه و برعکس جمله اول. من منتظر اونم. جمله خودمه، اخیارش دست خودمه. مگه اونجوریه شما؟ من منتظرم، لطفا بگین جمله بعدی. اصلا همچین منو... چیزی نیست، ادامم نداره. پس اینطور حرف آخرتون اوه. باشه پس منم میرم از بالای پل نیوفردیس همین امروز خودم رو میندازم مریخ تا داغم به دل همه بمونه. میرم الان، میرم اسی، الان میرم. یه ذره بذار ترافیکا بخوابه. منطقی رفتار کن اسی جان. میرم. نه منطقی باش. نه نمیتونم. میرم. بکش منطقی باش. بذار بره لونا جان، نیوفردیس خلأ رو هوا معلق میمونه. تو دهنتو چرا بیمورد باز میکنی؟ من دهنم کجا بود؟ دهنت کجا؟ من اگه تو رو خاموش نکنم امروز اسکندر نیستم. کنترل کجا رو؟ خیلی دیگه داریم باش مماشر. لونا سلام پسرم. اسی پسر تکدانه من، آیا تغییری در پدرت احساس میکنی؟ کروات تو عوض کردی؟ من کراوات میزنم اصلا؟ نمیزنی اصلا؟ خیر، این تیپ جدید پدرته. ببین بابا چقدر خفن شده. گفتی خفن؟ ببین یه بانوه ناصر آدرس سفارت زحل رو پرسید، فکر کنم وقت سفارت داشت. ناصر بهش آدرس عطارد رو داد، رفتم تا عطارد. میخندیم؟ خیلی کار نادرسته. چی بانم من؟ سلام چقدر شما بانم هم؟ چه شده؟ ایجا بانو پشقا و قرمز رو کن. فکر کنم هنوز داره تو مدار دنبال آدرس میگرده. میگم
میگم باید برای آقا جون تخم ایلین بشکنیم. ماشاءالله ازا ماشاءالله چرا خوشتیم شد. ممنونم لونم. مطمئن باش کله پزیمو که زدم پولاتو همه رو بهت پس میدم. آقا جون شما خانواده منی. ماشاءالله تو خیلی اصرار میکنی قبوله. من برم بساتمو چک کنم. باشه. تیپ زدی. من خودم بزنم ها. بیا خبر خوش داشتم برات پسر. خبر خوش بشخام خریدیم برام. خیر یادت وقتی بچه بودی عاشق چه کاری بودی؟ اوه اون که خودم یادم شما کجا فهمیدی؟ یه هرکی به تو هرچی گفته دروغ گفته. به یه بهت گفت یکی خوش بچه بود ما تو محل بهش میگفتیم بچه. نه نه تمام شد تو محل بهش میگفتیم بچه. آخرش بود. آره خیلی ترسیدم. منظورم سرسر شنیه. یادته وقتی بچه بودی میبردمش گوی آبلی از اون بالا سر میخوردیم از شنا میومدیم. من خوب یادمه. یادش چه دورانی. و خبر خوش اینه که دو تا بلیت گرفتم از نیو آبلی که بریم اونجا از اون بالا سر بخوریم بیایم پایین مثل قدیما پدر و پسری. آفرین به پدرت. که برای تو میخواد وقت صرف کنه. آفرین دست در نکن. ولی من نمیتونم بیام که با ناصر داریم میریم بیرون. آفرین به تو که برای آقا جونت وقت صرف میکنی کاری که پدرت باید انجام میداد و انجام نداد. بریم نه بریم. آقا جون ببخشید اینو چرا برداشتی؟ این خیلی چیز با ارزشیه. چی؟ گهواره اسکندر مقدونی رو برای چی برداشتین؟ این؟ حدس میزنم اینم گهواره اسکندر مقدونی نباشه. نه بانو چی داری میگی؟ معلومه که این گهواره اسکندر. من این عتیق فروشتون زنده میخوام. قشنگ اسکلتون کرده. بابا این زنبیله. زنا قدیم باش میرفتن خرید. با این؟ آره بریم. نه قراره که گاندی با من بیاد بریم نیو آبلی. نه قراره با ناصر و ایگی بریم گامبا اوزاکا سواری. مگه مریخ گامبا اوزاکا داره؟ اصلا گامبا اوزاکا چیه؟ بزرگترین گامبا اوزاکای کهکشان تو مریخه. من نمیدونستم. منم نمیدونستم. ببین ناصر هنوز یافته نشده اومده همه سوراخ سنبای مریخو پیدا کرده. بجز سفارت زحل. آره هنوز داره تو مدار میچرخه. خب بریم. عجل نکنه. میدونم میخواین بریم بهتون خوش بگذره. به خاطر همین الان میرم لباسم عوض میکنم میام با شما که بیشتر بهمون خوش بگذره. نه بابا میده که این سفینه ایگی کوپه است نفر بیشتر جا نمیشه. بابا بذار ببریمش. میندازیمش تو صندوق. ممنونم. که سیستم بسته بعدم پر وسیله اصلا جا نمیشه. سیستم نمیدم جان. متاسفم مسی. بریم. واسه ببینم تو خجالت نمیکشی؟ زنبیل باید جد پیرت هم کنه؟ شوخی کرده آسفر بچه با تو خوشید داره. ساب کنید. میخوام یه چیزی بهتون نشون بدم. خفن نبود؟ آه گفتی خفن. ببین ناصر امروز یه کاری کرد تو بازار مارینه ایس کلشون واسه اونم واسهش کف میزنن. اند خفن بود. یه بار به خاطر گاندی ما اینو تو نگیر نشوش بده. خیلی خوب. یه سکوت بده. ای بابا اسم ساکت باشه که تمرکزشو هم زدیم. وای چقدر باحال. خیلی خوب بود. چی بود آقا جون؟ اینو بهش میگن بشکن. قدیما خیلی به کار بود. اسی فعلا من مدرقتو میترم.
باز چه گنجی زدی نصف شبی؟ دوباره همون همیشگی دیگه، لونا منو از اتاق انداخته بیرون. یادم باشه فردا لونا بپرسم روی چه حسابی اومد تو رو گرفت. بله. باباش به بابات بدهکار بود نه؟ تو اینا رو از کجا میفهمی؟ ببین من آدم شناسم. خوش به حالت، شارژت بخیر. قصه چرا اینجوریه؟ داشتم دعا میکردم. چه دعایی؟ دعای قبل خواب. یواشتر دعا کن، میخوام بخوابم. بردش تو معدن کار میکردم، بیشتر میخوابیدم اینجا. سیدی حمو بشه حمو بابا همین الان سیدی حمو مجبورم کرده آقا جون. ناپی رو بگیر. الو ناپی، آماده باش فردا صبح عملیات دیپورت آقا جون رو شروع میکنیم. آره خودم. آره خودم. آره چنده مگه ساعت؟ خواب بودی ببخشید. خب صبح زنگ میزنم یه عملیات ویژه انجام باید بدیم. صبح فوش شدم. الو الو